اگه اهل سفر و کمپینگ هستی این دوتا ترفند رو باید یاد بگیری. یکی از اصلی ترین دغدغه‌ها توی کمپینگ تموم کردن آبه. حالا ما میخوایم یاد بگیریم از سوی زمین آب بکشیم بیرون. برای این کار اولین چیزی که لازم داریم اینه که یه چیزی پیدا کنیم، چوب یا سنگ، که باهاش زمین رو بکنیم. یک سنگ چوبم خیلی خوبه برای اینکه باهاش زمین بکنیم. حالا من اول یه سنگ پیدا کردم، چوبم. چقدر باید بود بکنی؟ اندازه ای که ظرف آبمون توی خاک جا بشه. خب مرسی. لیوانو میذاریم توی گودالمون، یه پلاستیک پیدا کنیم بازش میکنیم از تو زمین هر جا یه پلاستیک هم. خب این لیوانو گذاشتیم اینجا پلاستیک رو میبندیم که بخارایی که از زمین میاد بیرون روی پلاستیک جمع بشه. یه سنگم میذاریم اینجایی که الان دیده میشه لیوان هست، که پایین تر باشه از بقیه جا. تا منتظر نتیجه ترفند اول هستین، بهتون ترفند دوم رو یاد میدم، جهتیابی. برای جهتیابی به یک دونه چوب نیاز داریم و همین دنبال چوب بگردیم. آره همین خوبه. بیا چه همین چوب پیدا کرد، هر کدوم که راحت تر بره تو زمین. خب بهتر میره تو زمین ولی خوشگل، همون که راحت تر میره تو خوشگل. چوب رو میزنیم تو زمین و سایش رو علامت میزنیم. یه سنگ بر رو بزنمش بره پایی. چقدر تو باهوشی. چوبو زدیم تو زمین، حالا این سر سایش رو با یه دونه سنگ مشخص میکنیم. نیم ساعت بعد باز میایم اینجا و سایش رو چک میکنیم، سایش رو علامت میزنیم. حالا تا نیم ساعت دیگه سر کنیم. نیم ساعت گذشت، یه دونه سنگ برمیداریم و میذاریم سر این یکی سایه. پای چپمون رو میذاریم روی سنگ اولی، پای راستمون رو میذاریم روی سنگ دومی. روبرومون میشه شمال، عقب میشه جنوب، دست چپ میشه غرب و سمت راست هم میشه شرق. این روش یکی از مطمئن ترین روش ها برای جهتیابی. حالا بعد حدود یک ساعت برمیگردیم به این چاله آبمون تا ببینیم چقدر آب جمع کردیم. این خاکای دورش رو با احتیاط کنار میزنیم که توی اون آب داریم. اگه نگاه کنی الان مشخص این قطره‌های آب که اینجا جمع شده به سمت مرکز. این هم از آبی که در آوردیم. خاک داره. خب الان خب چون تو فصل تابستون هستیم همینقدر آبم خیلی خوبه که ما در آوردیم، ولی اگه که توی جایی بهتری این چالتون رو بکنین، توی دره باشه یا جایی باشه که زمینش نم و رطوبت داشته باشه، خیلی آب بیشتری در میارین. مواظب باشین که وقتی دارین پلاستیکو خاک میریزین روش یا وقتی که دارین برمیدارین اینجوری گرد و خاک نره توی آب. این آبی که از این روش به دست بیارین بهترین و با کیفیت ترین آبیه که میتونید توی طبیعت تهیه کنید، به جز آب چشمه ها و غیره.
امیدوارم که هیچ وقت از این ترفندا استفاده نکنیم. اگه از این سبک ویدیو خوشت اومده بهت این پلیلیست رو پیشنهاد میدم، بهش یه سر بزن.